سلام همراهان عزیز برای تقویت حافظه چی بخوریم در این ویدیو میپردازیم به بهترین مواد غذایی در دسترس برای تقویت حافظه و مغزمون یکی از مهمترین موارد موثر بر عمل کرده مغز مواد غذایی و خورکی های مختلفیه که در طی زندگیمون مصرف میکنیم انواع مواد غذایی تأثیر مستقیم و زیادی بر ساختار و سلامت مغز ما دارند و مصرف غذاهای مقوی برای مغز هر دو بخش حافظه کوتاه مدت و طولانی مدت رو تحت تاثیر قرار میده همچنین عملکرد ذهن رو افزایش میده امروز در این ویدیو قصد داریم تا با ارائه دلایل علمی و بر اساس تحقیقات مختلف به این سوال پاسخ بدیم که برای تقویت حافظه چی بخوریم و خوراکی های مفید رو هم برای افزایش سلامت مغز و تقویت حافظه با هم مرور کنیم. مورد اول روغن ماهی این ماده یکی از بهترین منابع برای اسیدهای چرب اومگا 3 است. اومگا 3 به تشکیل قشای اطراف سلول های بدن و البته سلول های مغزی کمک میکنه و بدین شکل باعث بهبود ساختار سلول های مغز که نورون نامیده میشن خواهد شد. در تحقیقی مشخص شد که جریان خون مغز افرادی که سطح امگا بیشتری در بدن داشتند نسبت به سایرین بیشتره علاوه بر این محققان دریافتند که سطح بالاتر امگا در بدن منجر به توانایی شناختی و فکری بسیار بهتری میشه منابعی که شامل امگا 3 فراوان هستند ماهی سالمون ماهی تون ماهی خالخالی، شاه ماهی و ماهی سردین هستند. علاوه بر ماهی ها شما میتونید از سایر منابع مهم غذایی مثل دانه های سایا، خشکبار، دانه کتان و سایر دانه های دیگه اومگا ی مورد نیازتون رو کسب کنید. گزینه بعدی شکلات تلخه شکلات تلخ حاوی دانه های کاکائو و دانه کاکائو دارای فلانویده. این فلانوئید خود نوعی آنتی اکسیدانه. آنتی اکسیدان ها هم به صورت اختصاصی برای مغز خیلی اهمیت دارند چون مغز به شدت در معرض استرس های مخرب قرار داره و تأثیر مخرب همین استرس ها باعث ایجاد مشکلات زوال عقل مرتبط با افزایش سن و انواع بیماری های ذهنی میشه. فلانویت های موجود در دانه های کاکاو برای مغز مفیده بر اساس تحقیقات انجام شده این مواد مقزی میتونن نورون های مغزی رو تقویت کرده و رشد عروق خونی در بخش های مرتبط با حافظه و یادگیری در مغز رو افزایش بدن در نتیجه همین موضوع باعث تقویت جریان خون در مغز ما میشه تحقیقات انجام شده ی زیادی وجود داره که اثر تقویت یه شکلات تلخ بر عمل کرده مغز رو نیز اثبات میکنه محققان عمل کرده مغز افراد مختلف رو پس از خوردن شکلات با حداقل اقل 70 درصد کاکائو با استفاده از روش های از میزان فعالیت مغز بررسی کردند به این نتیجه رسیدن که شکلات تلخ میزان انعطاف پذیری ذهن را افزایش میده که در یادگیری اهمیت بسیاری داره علاوه بر این موضوع فواید بسیار بیشتری برای مغز انسان در پی خواهد داشت مورد سوم انواع توتها همانند دانه های کاکاو توت ها نیز حاوی ها هستند همین موضوع نشون میده که انواع توت ها برای افزایش قدرت مغز مفیده آنتی اکسیدان ها میزان تأثیر التهابات و استرس های مخرب رو کاهش میدن آنتی اکسیدان های موجود در انواع توت ها شامل آنتوسیانین، اسید کافیک و کاتچین و کورستین هستند یک تحقیق انجام شده نشون داده که آنتی های موجود در انواع توت ها مزایای مختلفی برای مغز از جمله مواردی که خدمتتون میگم خواهد داشت کاهش التهابات مختلف موجود در بدن کاهش و تأخیر وقوع بیماری های مرتبط با افزایش سن و بیماری های شناختی و افزایش و بهبود ارتباط ما بین سلول های مغزی انواع توت های حاوی ها آنتی ها برای افزایش سلامت مغز از جمله توت فرنگی، توت سیاه، بلوبری، شاه توت و توت سفید هستند. قلات کامل مصرف انواع قلات کامل تأثیر بسیار زیادی بر عمل کرده مغز داره زیرا این دسته از مواد غذایی نیز سرشار از ویتامین ای بوده و قلات کامل منابع بسیار خوبی برای این نوع ویتامین هستند. برای بهرهمندی از این ویتامین میتونید برنج قهوه‌ای، جو، بلغور گندم، بلغور جو دو سر، نون های قلات کامل و ماکارانی های تهیه شده از قلات کامل رو در رژیم غذاییتون بگنجونید. بادام زمینی بادام زمینی خواص فراوانی داره این ماده مغذی حاوی میزان زیادی چربی اشباع نشده و پروتئینه که میتونه انرژی فرد رو در طول روز حفظ کنه بادام زمینی با داشتن برخی از منابع مهم ویتامین ها و مواد معدنی مثل ویتامین ای و رزوراترول به سلامت مغز کمک میکنه رزوراترول یک آنتی اکسیدان غیر که در بادام زمینی، توت سفید و ریواس وجود داره. شواهد مختلفی در یک تحقیق نشون داد که این ماده اثرات حمایتی هم داره و از وقوع بیماری های مختلفی مثل سرطان، التهابات مختلف و بیماری های عصبی گوناگون مثل آلزایمر و پارکینسون جلوگیری میکنه. گزینه بعدی تخم مرغ در راستای توضیح اینکه برای تقویت حافظه چی بهتره بخوریم باید اشاره کنم که تخم مرغ از مواد غذایی بسیار مفید برای تقویت حافظه و افزایش عملکرد بهتر مغزه تخم مرغ از مواد غذایی مورد علاقه که اغلب مردم برای یک صبحونه کامله و اثر بسیار خوبی بر حافظه و عمل کرده مغز داره تخم مرغ عنوان منبع سرشار ویتامین های گروه B و مواردی مثل بیشش بی دوازده و پولیکسی شناخته میشه بهتره بدونید که این ویتامین ها احتمالا فرایند کوچیک شدن مغز و ابتلا به بیماری های زوال عقل را کاهش میدن و به همین خاطر باعث تقویت عمل کرده مغز و حافظه هم میشن گزینه بعدی محصولات سویا محصولات تولید شده از دانه سویا سرشار از گروهی از آنتیاکسیدان ها به نام پولیفنول هستند تحقیقات مختلف نشون داده که پولیفنول ها خطر ابتلا به بیماری های زوال عقل رو کاهش داده و توانایی های شناختی را در طی فرایند افزایش سن بهبود می بخشن. محصولات سویا داره یه پولیفنول هایی هستن که ایزوفلان نامیده می عملکرد عمل کرده های موجود در این ماده غذایی باعث سلامت کلی و بهبود حافظه ی فرد میشه. پیشنهاد ما به شما عزیزان افزایش مصرف سویا در زندگی روزمره است همراهان عزیز اگر تا اینجا یه ویدیو رو پسندیدید لایک کنید نظری هم که داشتید برای ما کامنت کنید خوشحال میشم نظرات ارزشمندتون رو سوی کامنت ببینم و با کمال افتخار جواب بدم در انتها خدمتتون میگم که مواد غذایی که درون این ویدیو گفته شد میتونه باعث بهبود حافظه و افزایش تمرکز افراد بشه برخی از اونها حتی قادر به کاهش خطر وقوع سکته و یا ابتلا به بیماری های مرتبط به افزایش سن مثل آلزایمر و پارکینسون هستند علاوه بر این مواد غذایی که ذکر کردم شما هر ماده غذایی که شامل حداقل یکی از این موارد باشه رو میتونید نوش جان کنید آنتی های مختلف مثل فلانوید ها یا ویتامین ای ویتامین های گروه بی چربی های مفید و اسید های چرب امگا 3 در نهایت درخواست من از شما عزیزان تصحیح عادت های غذاییتون برای بهبود عمل کرده مغز و افزایش حافظ است همیشه سلامت در پناه خدا